با شما هستیم در این بخش از برنامه و خوشبختانه افتخار حضور دو قهرمان رشته ورزشی MMA یا هم مبارزات آزاد را داریم و خوشبختانه که این دو قهرمان ما در برنامه با ما هستند و میخواییم بیشتر در مورد قهرمانی هایشان، در مورد دستاورد هایشان و همچنان در مورد ای که چی شد رو به رشته ورزشی MMA بدون شک یکی از رشته های ورزشی خشن، یکی از رشته های ورزشی که فعلا خیلی پرطرفدار است نه تنها در افغانستان بلکه در تمام دنیا. میخوایم بیشتر با این دو قهرمان ما صحبت داشته باشم، اما قبل از اینکه صحبت را آغاز کنم سلام، صبحتان بخیر. سلام، صبح بخیر. من نژوندای و سلام علیکم سلام تاسو ته دی یک تلویزیون ټول لیدونکو اوریدونکو ته عنایت الله یم، عنایت الله څخه ګرځویم دی MMA یو لغړ. خیلی تشکر، شما سلامت باشین. یکی از ورزشکارای خوب رشته ورزشی MMA عنایت الله سکرزوی و همچنان سمیع الله مشعل، همچنان یکی از قهرمانای خیلی خوب این رشته ورزشی. سمیع الله سلام، صبحت بخیر. علیکم سلام، تشکر، سلامت باشین. من سمیع الله مشعل هستم، یک تن از MMA کاران LFC Strong Team. بسیار تشکر سمیع جان. ما میخوایم صحبت ها رو با خودت آغاز کنم. یک با عنوان مقدمی از صحبت های ما در مورد خودت بر ما بیشتر معلومات بده، ای که سمیع الله از چه زمان رو به رشته ورزشی MMA یا هم در کل چه زمان فعالیت های ورزشی خودت آغاز شد بر ما و هموطنان ما کمی معلومات بده. محترم، شروع آغاز ورزش ما از طفولیت بود، ولی زمینه مساعد نبود. به خاطر نمساعد شدن زمینه باز دیگه فعلا می 3 سال میشه دامدار تمرین خود جاری دارم همراه استاد محمد موسی افغان. دیگه خوب است تمرین میگذره، ولی یک کم مشکلات ها دیگه خودتان بهتر میدانید که در افغانستان از هر لحاظ مشکل است و با ورزشکارا زیادتر مشکل است. با آسانی نمیتونه به رشته خود رسیدگی کنه از لحاظ اقتصادی و معنوی. دیگه مشعل صاحب، چه چیز خودت به این رشته ورزشی جذب کرد و چگونه وارد دنیای مبارزات آزاد شدی؟ چرا دیگر رشته های ورزشی را انتخاب نکردی؟ محترم، از طفولیت شوق ما همراه جنگیدن که نام وطن خود را کسب کنم. منظورم من اینجا که در افغانستان مسابقه میکنم، منظورم این است که فقط با فایترهای افغان بجنگم. منظورم این است که در آینده بتانم یک خارجی را شکست بدم و با وطن خود افتخار کسب کنم. انشالله حتما. چقدر زحمت میکشی، چقدر تمرین میکنی، از تمریناتت بر ما بگو که تمرینات یک قهرمان رشته MMA چگونه هست؟ من خودم دو تایم تمرین دارم که یک تایمش با استاد محمد موسی افغان است که در رشته MMA است، مربی خودم است. دیگه تایم دوم رشته بوکس است که همراه قهرمان افغانستان محمد زکریا زمانی تمرین میکنم و رشته بوکس خود همراه او پیش. بله، بدون شک یکی از قهرمانای خیلی خوب رشته بوکس در افغانستان، حتی میتونم اگر مبالغه نشه با جرأت گفته که در سطح آسیا یکی از قهرمانای خیلی خوب رشته بوکسینگ هست، محمد البته زکریا زمانی. بله برادر استاد محمد موسی افغان. بله. اگر اشتباه نکرده باشم که استاد زمانی هست و واقعا یکی از فوق العاده ترین ورزشکاران خوب این رشته هست که در افغانستان جوره نداره و برشان آرزوی موفقیت از امید درچه گلبانگ دارم. بسیار تشکر از خودت. حتما سوالات دیگر هم هست که از خودت باید بپرسیم. عنایت الله سکرزوی هم یکی از قهرمانای خوب این رشته است. عنایت الله خودت خوب هستی؟ بخیر اومدی. شکر، بخیر باشی. بخیر و با عزت باشی. بیا خودت هم در موردت بر ما یک مقدار معلومات بده. من نه ژوندای وسه زدا دو کله کی تمرین MMA مختولم دی استاد مسخمت مسافغان سره چې دو کله کی هم دغه رشته مختولم او زه سامي جان ټوله یو حریفان اغه یو دوستان یو دو کله کی چې د MMA رشته مختولم. دو سال شده که خود د رشته فعالیت میکنی. حالا در این مدت دو سال چقدر مسابقه دادی و چه دستاوردهایی داری؟ سال یک 8 دنه مسابقه برج دادم، مسابقه 8 دنه مسابقه می ور کړی دي. شکر د ټوله بریا لرم. اماتور بوده مسابقات یا پروفیشنل؟ نه، اماتور بوده، پروفیشنل تول نه دادم، ولی مخکې لایڅ خوې چې یو شل ورځې مخکې مسابقه په خوست ولایت کې
غزنی مشکلات و مخ ترغله و نشوی مخ مسابقه ایمه خپل و نشو نور لوکان و شیخ ما و نشو اوس اید نو روز تبیا مسابقه چا په کابل کې کیږي ان شاء الله مدګی لته چې بده کېبو مسابقه ان شاء الله بعد از این هم مسابقات در راه هست خود در اون مسابقات حضور داری ان شاء الله بیا در مورد روال تمرینات روزمره خودت بگو وقتی برای یک مسابقه آمادگی میگیری چقدر تمرین میکنی عرق ریزی میکنی مشقت ها و سختی ها و چالش ها را طی میکنی و آماده مبارزه میشی والا چې د ام ام ای چې دغه رشته چې د حتمن چې کله مونږ مسابقه لري یو میاش مخ کې یو نیمه میاش مخ کې مونږ ته استاد خبره کوي چې تاسو یو یمین مش کې مغل لري ورسته مسابقه لري تاسو باید خپل زحمت وباسې مونږ خپل زحمت وباسو مونږ تمرین 2 ساعت 3 ساعت او تکه مونږ خپل تکه درې ورځ تمرین کوم چې هغه کې 3 ساعت تمرین کوم ډیر ساکیل دی وکړ چې حتمن فزیک غواړي سختي کې خو به شکر دی تمرینات سختي خو بیا هم خپل کوشش کوو زحمت وباسو چې دی وطن لپاره یو شی وکړو بدون شک هم انګیزه و هدف وقتی داشته باشی در زندگی برای بلند نمودن پرچم افغانستان در میادین ملی و بین المللی این زحمات را تمامش نادیده میگیری و بیشتر و بیشتر کوشش میکنی برات آرزوی موفقیت دارم در مسابقه پیشریت فقط بر من بگو که در کدام سازمان این مسابقه برگزار میشه و در کدام کاتگوری کدام وزن مسابقه میتی امیم دغه مسابقه چې دی په الفسی سازمان کې تر سره کې الفسی چې په کابل کې دی زغ پلا ما وزن خوشپک 50 خو مسابقه چې دی 250 کې 52 کې مسابقه ورکوم 250 کې مسابقه ورکوم او وزن می شپک 50 دی بسیار عالی برات آرزوی موفقیت دارم در مسابقات پیشری و همچنان وطن‌دارای ما که امی لحظه عکس ها و جریان تمرینات قهرمانان ما را بیننده بودن واقعا خیلی تلاش میکنن قسمی که ما شما در عکس ها دیدیم واقعا فوق العاده است دو ورزشکار ما سمی الله از خودت بشنویم در رابطه با رژیم غذایی ورزشکاران این رشته چگونه هست بیشتر کدام غذاها را شما میخواین نوش جان کنین تا اینکه اندام خوب و متناسب داشته باشین ما رژیم غذایی خاص داریم البته در وقت مسابقه یک ماه دو ماه به مسابقه که بانه باز ما طبعا گوشت برنج چربیات و این چیزا را کم میکنیم اصلا ترک میکنیم نمیخوریم به خاطر وزن چون وزن برای ما مهم است باید وزن ما کمتر باشه هر چقدر کمتر باشه خوبتر میباشه بله دیگه از آب زیاد استفاده میکنیم از میوه‌جات زیاد استفاده میکنیم از این از غذایی که انرژی بده و چربی‌ساز نباشه اون رو استفاده میکنیم بله به یاد ماندنی ترین مسابقه ای که خودت دادی کدام مسابقه بوده که همیشه در ذهنت خطور میکنه و خیلی خوشایند است به خودت من در ابتدا که تمرینات مبارزات آزاد شروع کردم سه بار مسابقه ما وزن کشی کردم و سه بار مسابقه ما لغو شد چرا دلیل چی بود با قفس آمدم به خاطر فایت بعدش وقتی خودت آمدی بعدش که آمدم حریف ما حاضر نشد سه بار بله حاضر نشد و حتی این دلیل این شد که من دل سرد از ورزش شدم باز برای یک ماه دو ماه کاملا ورزش ماندم بعدش باز همراه با استاد محمد موسی افغان تمرینات خود آغاز کردم و موفقانه تانستم که بعد آن هفت مسابقه را پیروز شدم ماشاءالله دیگه مسابقات پروفشنل و مسابقات نیمه پروفشنل و آماتور بود دیگه بله و این سه مسابقه خودت که کنسل شد عارفانت دیگه ترسیدن از خودت درست دیگه والله العالم ولی حاضر بودن حاضر وفایت نشدن روز مسابقه در وزن کشی حضور داشتن بله در اونجا حضور داشتن ولی حاضر وفایت نشدن بله بزرگترین چالشی که در طول دوران که در رشته ورزشی ام‌ام‌ای فعالیت میکنی بر خودت چی بوده کدام چالش ها و کدام مشکلات صد رای خودت قرار گرفته و با وجود او هم خودت زحمت کشیدی و تمرین کردی مشکل بزرگ بر ورزشکارای افغانستانی است که مشکلات اقتصادی است در اینجا اگر در یک سازمان شخصی مسابقه کنی مصرف از 2000-3000 کم نمیه بله. و خیلی از هموطنهای ما ورزشکارهای ما به این رسیدگی نمیتونن دیگه مشکل بزرگ ما وضعیت اقتصادی است و بخاطر نداشتن سپانسر
این مشکل بزرگ ما. من سوال دوست دارم از عنایت هم بپرسم که بزرگترین مشکل خودت، البته بزرگترین چالشی که صدرای خودت بوده کدام بوده و چگونه توانستی بالای او غلبه کنی و چگونه تامین میکنی اون مصارف را که وقتی بالای یک مسابقه آمادگی میگیری؟ خوکیان که در خود سید طول تام دغه اقتصادی یو طول افغانان چې دغه اقتصادي مشکل لري، خو بیا هم خپل مبارزه کوي چې مسابقه د چهره کمی اقتصادي پیسې چې هر څومره مصرف کوي موږ کوشش کوو چې هغه پیسې پیدا کورته حد اقل 15000 شپږزره تر لاسو پرې چې مسلال یو ولایت ته سفر کوي چې په هغه سفر پورې ډیر پیسې لګيږي. حتما بیا کوشش کوو، خو بیا د خپل کورنۍ څخه په مل څخه مننه کوم چې موږ خپل سپانسری کوي، موږ سپانسر کوي. فقط حمایتگر خودتان فامیلتان بوده؟ بله. یک کسی سپانسر حمایتگر شما نبوده؟ نه، تو تروس پوری خپل کورنۍ سپانسر کرده. ما اوسه پیر داسه څوک نه دی شوی چې یو معنا ټول ورزشکاران د څوک نه دی پیدا شوی چې ورزشکاران سپانسر کی یو څوک ورته پیسې شي چې هغه څومره مصرف چکیږي هغه مصرف په وخت تروس پیر خپل کورنۍ فامیل سپانسر کرده. ما در هر برنامه‌ای که البته بخش ورزشی می باشه از طریق همین تریبیون تلویزیون یک و از طریق همین برنامه بزرگ گلبانگ صدا میکنم بالای او عده از هموطنان ما، بالای آن عده از وطنداران ما که در خارج از افغانستان زندگی میکنند و آن عده وطنداران ما که تجار هستند، سکتورهای خصوصی و شخصی، بالایشان صدا میکنم که لطفاً دست ورزشکارانتان را بگیرین. ورزشکارانتان برای حمایت نیاز داره، حمایتشان کنین تا ای که بتانن امو انگیزی که به خاطر ورزش کردن دارن، امو اشتیاق و انگیزه و هدفی که بدون شک بلند نبودن بیرق افغانستان در میادین بین المللی هست بتانن به می هدف خود برسن، تشویق شون و شدیدن به حمایت نیاز دارن. من تقاضای من همیشه همی است که لطفاً ورزشکاران را حمایت کنند. در مورد ازی برام بگو که کدام فنون و استراتژی ها را در مبارزات در وقتی که فایت خودت میکنی استفاده میکنی؟ ما خو زه خپل چیم او پولاړه بند فایت کوم چې هغه دی بوکس او لګ ډیر استفاده کوم، زمين ته ډیر نه سم هم دغه ولاړه بند ډیر خپل فایت مخرم چې هغه بوکس او لګ تو استفاده په خله راحت هستی. و همچنین سمیلا میخوام همین سوال را سمیلا هم بپرسم که کدام استراتژی و فنون را خودت استفاده میکنی در جریان فایت؟ بیشتر استادپا راحت هستی یا در زمین؟ ما بیشتر در استادپا راحت هستم، چون که بخاطر امی با بوکس میرم همراه با استاد بزرگوار ما دیگه در بوکس بسیار راحت هستم. بله، در بوکس مهارت بیشتر در بوکس داری؟ مهارت بیشتر هم دارم و خودم هم همراهش راحت تر می باشم، لذت بخشترم می باشه. فوق العاده هستی و شکر. رشته بوکس فوق العاده، منم خیلی دوست دارم رشته بوکس، اما متاسفانه که استعدادش ندارم. چگونه الان من میتونم استعداد زیر کسب کنم؟ خواستن توانستن است. اگر من برم در این رشته کدام روز کدام مشت بخوره چشمم یا این قسمت ها داریم برنامه رو باز که پیش ببره این دفاره در خدا شوخی کردم. بیا در مورد از این برنامه بگوی که چه چیز الهام بخش است برای شما، شماهایی که در راه ورزش فعالیت میکنین بالخصوص در رشته ورزشی MMA، چه چیز برای شما الهام بخش است بیشتر؟ زورتانه نگرفتم. یعنی اما انگیزه شما، هدفتان در این راهی که میرین، چی چیز بیشتر شما را وادار میسازه که بیشتر تمرین کنین، زحمت بکشین؟ خصوصا من خودم همی که فکر میکنم یک روز بیایم من برم همراه پاکستانی و یا هم دیگه خارجی ها مسابقه کنم و افتخار وطن را کسب کنم، انشالله همی به من بسیار انگیزه میده. بسیار خوب، انشالله که خودت بتانی به مسابقات بیرون مرزی همچنان راه پیدا کنی و شاهد درخشش خودت باشیم. من میشه نام خودت کمک تخلص در مشکل است روی ورق سعی میکنم. سکار زوی صاحب، خودت در مورد پلان ها و اهداف آینده بگو. چند از قبل گفتی که مسابقه در پیش رو داری، بعد اون مسابقه هدف چی است، پلان های چی است؟ ولی طول هم دقیقه هیلوی زو خود دی اختر نباید مسابقه دی چی پاقا قبل که ترسره کیگی دقیقه مسابقه بی انشالله ترسره کهو بیا وروز تا اقینا چی اوس یو پانزوس رازی بند با ترکیه که مسابقه کیگی، خو من بدبخت نه چی بیا سپانسر نلرو، خو ترکیه که مسابقه ترسره کیگی، خو
کابل چې کابل کې مسابقه وکړو ان شاء الله او هغه چې په ترکیه کې کوم مسابقه تر سره کیږي هغه د 13 هیوادونو ترمنځ دي چې پاکستان پکې دی یو ټولو ځوانانو یو ټولو ورزشکارانو د هیلوي چې لومړی لوبه د پاکستان هیواد سره وکړي ایما لومړی هیلام دغه د پاکستان هیواد سره مسابقه وکړم او خپل وطن ته بریا راوړم دلیل به نظر چرا بیشتر از ورزشکارانو دوست دارن که با حریفان پاکستانی مبارزه کنن ولا داسې ده چې نه که حریفان پاکستانی خیلی ضعیف هستن نه ضعیف هم نیست ضعیف نه دي خو داسې ده چې ولا چې پاکستان چې د افغانانو ته هیڅ خورز نه ګوري که په هر بش کې دا کاغه ورزش کې دا قبل بخش کې دا هیڅ افغانان ته خورز نه ګوري نو ټول افغانان ټول ځوانان ورزشکاران هم ده هیلوي چې لومړی مسابقه د پاکستان هیواد سره وکړي ان شاء الله که مسابقه خودت هم مسابقه بیرون مرزی با حریف پاکستانی برگزار شوه و خودت بتونی حریفان پاکستانی را شکست بدی اگر بالای کدام پاکستانی خیلی دلت پر است و یا میخوای چالش بدی کامرا در اختیار تو است چالش بده ولی ما خو 52 کیلو مسابقه میتم ولی چی ورش بگویم اگر برنامه ما رسایی میکنه د 52 ان شاء الله پاکستان باشه ما زیر هستم هر حریف باشه هر در فرق ندارد در وزن 52 کیلوگرم سکارزوی سب آماده و آماده است البته که با حریفان پاکستانی فایت کنه بسیار تشکر سکارزوی سب از شما و ما میخوایم از سمی بپرسم ایره که مربی خوب و یا کوچ خوب چقدر تاثیرگذار است روی موفقیت ورزشکارا امی در وقت مسابقه در جریان مسابقه امی مربی اگر سرت صدا کرد و روحیه داد بایی تو میتونی بسیار خوب عالی بدرخشی حتی در تمرین هم یکان وقت که استاد موسی ما تمرین در جریان تمرین می باشیم فقط هم یک صدا میکنن که ماشاءالله یه دیگه با ما بکسم انرژی میده انرژی میگیریم زیادتر از پروتین سر ما اثر میندازه دیگه تشویق یک مربی بسیار مهم است بدون تشویق مربی فکر نکنم یک مسابقه آماتور هم کسی ببره و یا همون فایت کنه بردن و باختنش مهم نیست او تجربه است دیگه تشویق مربی خیلی مهم است ولی شکر الحمدلله ما یک مربی داریم که در سطح افغانستان جوره نداره از هر لحاظ از لحاظ مالی و از لحاظ مالی هم دیگه سپانسر میکنه اکثر وقت دیگه تمرین عالی هم میته تشویق هم میکنه حال هر چیز که هستم از برکت استاد ما بدون هستم. شک بدون شک اساتید مربی ها کوچ ها نقش اساسی و عمده ای را در بهبود فایت کردن در ای که بهبود شدن ورزشکاران و در ای که ورزشکاران چون بتانن آمادگی های خیلی خوب بگیرن نقش اساسی و عمده ای را دارن و ما تشکر میکنم از تمام اساتید بزرگوار که زحمت میکشن و به جامعه ورزشی ما قهرمان تربیت میکنن بسیار تشکر از خودت فقط به عنوان صحبت های اخیر با خودت میخوایم در مورد پلان ها و اهداف آینده بسیار کوتاه اشاره داشته باشیم میخوایم در آینده در می چند مدت در تب تلاش سپانسر هستم سپانسر پیدا کنم بعد او تمرینات خود آغاز کنم و به طور پروفشنل پیش بروم و در مسابقات بیرون مرزی اشتراک کنم انشالله انشالله که شاهد درخشش خودت باشیم بسیار تشکر از خودت سکارزوی عزیز میخوایم از خودت یک توصیه داشته باشی برای اوید از جوانانی که تازه وارد دنیای از مبارزات آزاد یا هم MMA میشند و میخواین تازه وارد دنیا شوند فعالیت داشته باشند ورزش کنند چی توصیه میکنی کدام نکات را باید بیشتر مد نظر بگیرند والا چی دست ده که کلاج دغه رشته تو هر څوک راځي هر ځوان راځي باید کبر غرور ونه کی نه کبر غرور څه خزان وسط ځین ځوانان چې دي چاغه چې یو میاش دو میاش تمرین وکي والا چې ته وای چې بیخي هغه ده دغه رشته چې هر څوک راځي باید کبر غرور څه خزان وسط او خپل ورزش ته مخه کی ورزش په خطریکا په خپل ټایم تمرین تازه اوسی بله خیلی تشکر از خودت همچنان بر خودت هم آرزوی موفقیت در این مسابقات که پیش رو داری دارم بسیار تشکر از خودتان سلامت باشین شما وطنداران عزیز تشکر میکنم از همه شماهایی که بیننده برنامه هستین ما هم میخوایم باز هم یک نکته را اضافه کنم برای ورزشکارانی که میخوان وارد دنیای از مبارزات آزاد یا هم MMA شون و فعالیت داشته باشند ورزش کنند در کل همیشه وقت توکل بر خدا را فراموش هیچگاه نکنین شکسته باشین تمرین بیشتر کنین باز هم میگم که با خدا باشین رمز و راز موفقیت تمامتان بدون شک که با خدا بودنتان هست یک رفت و برگشت کوتاه داریم البته در این بخش از برنامه ما یک
بستی تصویری همچنان داریم که همکارانم زحمت کشیدن یک پکیج تصویری آماده کردن. بریم ببینیم که پکیج تصویری ما در مورد چه هست و چه چیزهای گنجانیده شده در این پکیج تصویری. و بعد از پکیج تصویری همکار خوبم آرزو جان مهماندار هست. جای نرید، با ما باشید. مریخ یا بهرام، چهارمین سیاره در منظومه شمسی است که در یک مدار طولانی تر و با سرعت کمتر از زمین به دور خورشید می چرخد. هر یک با گردش این سیاره به خورشید معادل 687 شبانه روز زمین طول می کشد و طول شب و روز آن از زمین کم طولانی تر است. نام فارسی این سیاره بهرام و نام عربی یونانی آن مریخ می باشد. نوری که از خورشید به مریخ می رسد نصف نوری است که زمین دریافت می کند، اما روز مریخ 40 دقیقه طولانی تر از زمستان زمین است و به این دلیل امکان رشد گیاهان در شرایط گلخانه‌ای در مریخ وجود دارد. روزهای مریخ 24 ساعت و 38 دقیقه طول می کشد. از آنجایی که محور سیاره مریخ همانند زمین 24 درجه کج است، در این سیاره نیز فصلهای سال وجود دارد. اما هر سال مریخ کم و بیش دو برابر سال زمین، یعنی 678 روز طول می کشد. مریخ از دید اندازه، جرم و گرانش سطح، حالت میان زمین و ماه دارد. در حالی که قطر زمین حدود دو برابر قطر مریخ است. مریخ سیاره سرخ رنگ سامانه خورشیدی است. دانشمندان تا حالا هیچ مدرکی مبنی بر وجود حیات در مریخ پیدا نکردند. به گفته دانشمندان شرایط در این سیاره سخت است، به طوری که آب مایع بسیار کمی در سطح مریخ وجود دارد. همچنان گفته شده که هوا در مریخ بسیار سرد است و در هنگام شب دما به اکسیژن تشکیل شده است که برای زنده ماندن انسان ها کافی نیست.